بسم الله الرحمن الرحیم. این داستان بر اساس واقعیتی که در بهار سال 1358 در ایران به وقوع پیوسته تنظیم شده و تمامی اسامی شخصیت‌های این داستان غیر واقعی بوده و هر گونه تشابه اسمی اتفاقی می باشد. ضمن خوشحالی از دیدن مجدد شما، باید به عرض برسونم تصمیم نهایی گرفته شده و من نیابتاً خدمت رسیدم تا به عرض شما برسانم یک عروسی بزرگ تا چند هفته دیگه به وقوع خواهد پیوست و ما همگی با آرزوی بزرگ خودمون خواهیم رسید. تا اما کسانی که
در این جشن بزرگ شرکت می کنند. بنده از سایه به عرضتون خواهم رسوند. شروع کنید. این تصویر مربوط به افسر خلبان سروان حمید هاشمیانه. نامبرده جزو تیم اکروجت طلایی بوده که همیشه به صورت سولو هم میپریده. فارغ التحصیل از دانشگاه هوایی آمریکا، باهوش و متخصص در زدن هدفهای کور و هدفهای ثابت و متحرک، البته در صورت جذب و همکاری. قبلا رابطه با ایشون تماس گرفته. سروان ناصر جاویدی جزو تیم اکروجت طلایی، خلبانی بی نظیر در پروازهای کور، مردی باهوش، جاه طلب و هم دوره هاشمیان. شاپور حمیدی یکی از بهترین تکنیسیان های پرواز که احتمالاً در حال حاضر جزو لیست پاکسازیه. سلام تیمسر. سلام جاویدی، خوشحالم که میبینمت. منم همینطور تیمسر. بازیتون عالی بود سروان، طبق معمول من رو بردید. بفرمید. نه شما بفرمید، دفعه دیگه شما برنده میشه. خب حتما فکراتونو کردید سروان. ای خوشحالم، بفرمید. قربان، این عروسی کی اتفاق میفته؟ بعدن اطلاع پیدا میکنیم و اکثر کارتای دعوت به دست شما باید پخش بشه. دستور کار و نوع ماموریت شما در این نامه منعکس شده سروان. این یه دوربین مخصوصه برای گرفتن عکس از کلمات و حروف ریز و درشت، حتی در تاریکی مطلق. بقیه دستورات بعداً به شما داده میشه. همین امروز میتونید حرکت کنید. یادتون باشه سروان، اسناد مهمی همراهتونه، باید کاملا مراقب باشید، مخصوصا در ایس و بازرسی گروگاه‌ها. کارت ماشین دوتا. کارت ماشین همراه نیست ولی کارت شناسه همراهه. ببخشید جناب سن. بفرد.
داداش. دست درد نکنه. خواهش میکنم. خوش اومدی. کاشکی مامانو با خودت آورده بودی. راستی منزل بعدی رفتی یا نه؟ نه، مأموریت بودم. گفتم یه سری بهتون بزنم و حالتونو بپرسم. دفعه بعد که اومدم یه سری بهش میزنم. اگه بدری و خانوادش بفهمن تو تا اینجا اومدی و سری بهشون نزدی خیلی ناراحت میشن. اقلا یه تلفن بزن. انصافم خوب چیزیه. چند ماه از نامزدیتون میگذره، هنوز از عروسی خبری نیست. هی امروز هی فردا. آخه تا کی؟ به خدا داداش دیگه خجالت میکشم تو روی بدری و دایی جون نگاه کنم. حمید جون مامان، الان یه تلفن به بدری بزن. جون من. الو بدری، سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ دایی چطوره؟ حسین آقا خوبه؟ چی؟ از تهران زنگ میزنم؟ نه، از همدان زنگ میزنم. میدونم ناراحتی بدری، یه خورده صبر کن. آره درسته، همش تقصیر منه، ولی چه کنم. گوش کن بدری، چند هفته دیگه میام تو ایران. خلاصه یه جوری میشه، زیاد نگران نباش. گوش کن بدری، از همون گردن بندایی که خاله اسمت داشت برات گرفتم، برات میارم. آره قربون تو، خداحافظ. کسی سراغ منو نگرفت؟ نه کسی نیومد. مادر خوابه؟ نه داداش بیداره، تو آشپزخونه است، ظرفا رو میشوره. حمید جان. سلام مادر. سلام حمید، دیر کردی، دلواپست بودم.
راستی منزل خواهرت رفتی؟ بچهش خوب بود؟ آره خوب بود. سلام رسوندن. سلامت باشن. منزل داییت رفتی؟ از بدرینا چه خبر؟ بلا وقت نشد برم خونشون، بهش تلفن زدم. چی؟ تا تهران رفتی یه نوکی پا نرفتی به داییت سر بزنی؟ آخه مردم چی میگن؟ خونشون اومده بودن، حالام دیر نشده. خونشون اومده بودن، حالام دیر نشده. حالام دیر نشده. چی داری میگی حمید؟ حواست کجاست؟ من خستم مادر، میخوام برم بخوابم. شب بخیر. شب بخیر. حمید جان بخور. اشتها ندارم. تو را که می آمدم یه چیزی خوردم. خیلی خوب. ناراحت نباش مادر، بذارش می خورم. سلام عمو حیدر. سلام آسیه خانم. سلام خانم. خوبی؟ بچه هات خوبن؟ ای به لطف شما همه خوبن. الهی شکر، امیدوارم که همیشه سالم باشه. ممنونم عمو حیدر. انشالله خدا به شما هم سلامتی بده. مزاحم کارتون نباشم؟ نه دخترم، هر وقت شما و حمید آقا رو میبینم به خدا خوشحال میشم. با اجازتون. خدا نگهدارت. خدا به سلامت. سرکار بابندی، جناب سروان کارت داره. نمیدونی چی کار داره؟ نه نمیدونم. باشه.
بریم. جناب سروان باقری؟ بله، صبح میام پایگاه، بعد از اون میرم تو تدارکات. منتظر شما بخواهد. حسابم خورد شد، خط داشته باشه. من هیچ کس جانب درست میشه. با اوضاع احوالی که در قبل کشور بوده، احتمال اینکه روزی چند پرواز داشته باشیم وجود داره. به خدا دلم رک زده برای پرواز. موفق شدی؟ آره. بعدم بیا تو حیات انتهای پارک موتوری. اسم من و تو هم تو لیست پاکسازی بود؟ نمیدونم، تو اون حال نمیتونستم دقت کنم. نمیدونم چرا دلم شور میزنه جاویدی. برای چی؟ اتفاقی افتاده؟ احساس خیلی بدی دارم. ای بابا، این کار اگه سر بگیره به نفع هممون. من دوره دیدم، من یاد گرفتم که دکمه بمب و چه لحظه فشار بدم و چجوری با هواپیما شیرجه کنم با دشمن. نکنه میخوای مثل دفعه قبل پشیمون بشی؟ راست این محل جلسه رو تعیین کردم. کجا؟ تهران. خدا رو شاهد میگیرم که در اتاق خودم قفل کردم جناب سرگرد. حتی استوار امیدوارم در جریانه. یعنی با هم رفتیم بیرون. من در رو قفل کردم. کلیدم دست خودم بود. ولی گزارش شده کلید پشت در اتاق بوده. بله، درسته جناب سرگرد. تمام این اسناد و مدارک باید کنترل بشه. به رکن دوم ستادم باید گزارش بشه. قربان، هیچی کم نشده، چیزی نبردن. تماماً باید تو صورت جلسه نوشته بشه. خیلی دقت کنید، بعدم به من گزارش کنید. در ضمن استوار باوندی تا روشن شدن اصل ماجرا تو پادگان بازداشته. حالی شد؟ بله قربان. خلوت کنید. پیش می کنم برید آقا. چه خبر شده؟ یه چیزی منفجر شده، نمیدونم. اما ایدر کجاست؟ میگن سوخته، بردنش بیمارستان. بریم کنار. ببریم. بریم. سواشو سواشو. اطلاع بدین آتش مهار شد. بالاخره قضیه عمو حیدر روشن شد. من تو خونه ملوک خانوم بودم، یهو یه صدایی شنیدم، بعد سر و صدای همسایه ها. خدا ازشون نگذره. مردم میگفتن دیدن که دوتا جوان بودن، گویا چیزی انداختن تو مغازه پیر مرد. یهو ترکید. یکی میگفت کپسول گاز ترکیده، یکی میگفت نارنجک بوده. کجا؟ این وقت شب کجا داری میری؟ میخوای بری بیمارستان به عمو حیدر سر بزنی؟ دلم میخواد برم مادر، ولی یه کاری دارم، کار اداری. شب و کار اداری؟ اداره که شب و روز نمیشناسه مادر. پس بیمارستان نمیری؟ آخه ناسلامتی این پیرمرد سال هاست که کاسب محلمونه. اگه تو نمیری
شاید احتیاج به کمک داشته باشه. باشه، شما برو، منم باید برم تهران، شاید تا فردا شب بر نگردم. خانم ها و آقایان، از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید صمیمانه متشکرم. جدیداً دستوراتی به ما رسیده که باید به طور اجمال از اونها اطلاع داشته باشید. آقای آذرخش، لطفاً توضیحات لازم رو به اطلاع خانم ها و آقایان برسونید. اطاعت تیمسر. خانم ها، آقایان، متاسفانه اون اتفاقی که ما منتظرش بودیم ناکام ماند. حتما میپرسید چه اتفاقی؟ عرض میکنم، همانطور که پرنده ها گزارش دادن، نیروهای آمریکایی که به ظاهر جهت آزادسازی گروگان هاشون از تبس ولی در عمل جهت براندازی رژیم اقدام کرده بودن، دچار اشکال شدن و با تلفاتی منطقه رو ترک کردن. البته مسائل هنوز از رسانه‌های گروهی رژیم پخش نشده. اینو عرض کردم که بدونید اگه اونا شکست خوردن، نوبت ماست گرچه زودتر وارد عملیات بشیم. از امروز تا روز پنجشنبه، یعنی در واقع چند روز وقت داریم که کلیه مراحل رو دوباره چک کنیم. نهایتاً عروسی در روز پنجشنبه در تاریخ معین خودش انجام میشه. متشکرم. خیلی خوب بود. خواهش میکنم. شما جناب سروان جاویدی، طبق قرار قبلی باید فوراً جهت توجیه عازم اهواز بشین و با شجاعی تماس بگیرین درباره محموله. شما سرگرد مرندی به اصفهان و شما استوار شاپور حمیدی به یزد و شما سروان هاشمیان. ضمن تشکر از جناب علی به خاطر موفقیت در اولین ماموریت خودتون، باید تا دو روز دیگه منطقه رو با سایرین چک کنید و شما دکتر به زاهدان میرید برای خرید عروسی. فکر میکنم عروسی با شکوهی بشه. بنده دیگه عرضی ندارم. سلام داداش، اهلا رسیدی؟ چی شده؟ چرا اینقدر خوشحالی؟ دایی جون اینا از تهران اومدن. دایی جون، دایی جون با کی اومده؟ دایی جون، زندایی، بدری، حسین آقا. خیر خواه. کجا داری میری داداش؟ من یه کاری دارم، زود برمیگردم. نه نرو داداش، این کارو نکن. زود بر میگردم. داداش حمیده، بگو بیاد اینجا. داداشم اینا منتظرشم. سلام. سلام دایی جون. سلام حمید جان. حالت خوبه؟ به لطف شما بد نیستم. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. سلام حسین آقا. سلام حمید جان. چطوری؟ خوبم. بفرمایید، بفرمایید. سلام زنده ای. سلام حمید آقا. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. خوش آمدید بدری خانم. سلام حمید آقا. الان میام خدمتتون. آفاق مادر، چای چی شد؟ همین الان. خلاصه چی بگم شوکت خانوم، از خوبیای این عمو حیدر، اوایل انقلاب پسرش شهید شد. بفرمایید. این مرد خم به ابروش نیاورد،
همین چند روز پیش بهش گفتم عمو حیدر واسه جهیزیه. ببخشید. پسر خوب، چه عجب، ما شما رو دیدیم. ما هر جا باشیم زیر سایه شماییم. شما چطورین بدری خانم؟ اتفاقی افتاده؟ ببین حمید آقا، پیش پای شما به آسیا خانم عرض کردم. حالا گیریم بدری دختر داییتم نه، دختر یه غریبه، یا نه اصلا خواهرت. این درسته که بعد از این همه مدت یکی با شما این رفتار رو داشته باشه؟ خدا رو خوش میاد. نه به خدا قسم دیگه آبرومون پیش سر و همسر رفته. حمید جان، مردم میگن لابد دختره عیب و علتی داره که پسر زیر بار ازدواج نمیره، یا میگن پسره میاد تهرون اما سری خونه داییش نمیزنه. ببین حمید جان، ما با هم فامیلیم، اگه غریبه بودیم شاید جور دیگه با هم صحبت میکردیم. حالا کاری به حرفای مادر پدر نداریم. من میفهمم که کار و مسئولیت یعنی چی، ولی هر چیزی جای خودشو داره. تو الان نزدیک یک سال قراره تکلیف بدری رو روشن کنی، اما هر بار بهونه میاری. ببین حمید جون، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. والا به خدا این حرفا نیست. چرا دارین منو دادگاهی میکنی؟ دارین منو متهم میکنین به جرمی که مرتکب نشدم. آخه منم دردی دارم، گرفتارم. اما از گرفتاری بالاخره دایی جون همه گرفتارن. آخرش چی؟ حمید جان، بهتر فکراتو بکنی، زودتر تصمیمتو بگیر. ببین بدری، با تو هم چرا جواب نمیدی؟ چی بگم؟ من میخواستم بگم با من حرف نزن. آخه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ چرا به من دروغ گفتی؟ من دروغ گفتم؟ نه خیر، من دروغ گفتم. از همه دان زنگ میزنم. خوبه بچه خواهرت بهم گفت که تهران بودی. به خدا من اسم خدا رو نبر. ببین حمید، اول زندگی که بخواد با دروغ شروع بشه همون بهتر که نشه. همین داییت با مادرم این همه سال زندگی کردن، حتی یه بارم به شوخی به هم دروغ نگفتن. اون وقت تو سر یه موضوع جزئی به من دروغ میگی؟ خیلی خوب، تو درست میگی، من اشتباه کردم. معلومه که درست میگم حمید، من از دروغ بدم میاد، میفهمی؟ بدم میاد. خب منم حرفی نزدم بدری، فقط اشتباه کردم که بهت نگفتم اومدم تهران، فقط همین. ببین بدری، من در وضعیت به هم ریخته ای قرار دارم، اما سرنوشت ما به هم گره خورده. من یه نظامیم، بدون اجازه نمیتونم از جام تکون بخورم. من میخوام برای این سرنوشت یه راه چاره‌ای پیدا کنم.
اوضاع زیاد روشن نیست. من نمیتونم تو این بلبشو کاری انجام بدم یا تصمیمی بگیرم. ببین بدری، من بهت قول میدم تا یکی دو هفته دیگه همه مسائل حل شده، دوتایی توی گوشه این دنیا داریم قدم میزنیم. قول میدم. قول مردونه؟ آره، قول مردونه. خدا رو شکر بچه‌م داشت دق میکرد. ای بابا شوکت خانوم، جوونن، بالاخره یه جوری با هم کنار میان. چطوری حسین آقا؟ خوبم. خب الان تو کدوم قسمت سپاه هستی؟ اشتات آباد. اوضاع احوال چطوره؟ خوبه؟ البته که خوبه. از نظر حقوق میگم، راضی هستی؟ نیست، شکر خدا. آره راضیم. مهم اینه که آدم با کارش در خدمت خدا باشه. ولی حسین جون، مخارج زندگی شوخی بردار نیست. این به جای خود، ولی پول تنها خوشبختی نمیاره. تو دنیا چیزای دیگه هم هست. خودت شاهد بودی که چه آدمایی با اون همه پول و زندگی و تجملات گذاشتن فرار کردن و نفرین و لعنت مردم رو برای خودشون خریدن. ببین حمید، به قول معروف کفن جیب نداره. آره اینا درست، ولی من از زندگی حرف میزنم. خونه، ماشین، نیازای این زندگیه. مگه من چند دفعه به دنیا میام؟ اما اگه همه اینا رو داشتی ولی یه نام نیک نداشتی، اون وقت چی؟ ای بابا، چی تو گوشتون میخونن؟ حمید جان، من تو خونه تو هم و مهمانت هم. حسین جون از حرفام ناراحت نشو، فقط یه شوخی بود. اگه جدی هم بود بازم مهم نبود. تو عقیدتو گفتی، منم عقیدمو. به هم ده. عمه جون، میگم که اینجا شما تنهایی حوصله‌تون سر میره، شما هم با ما بیایم بریم یه هوایی بخوریم. خیلی ممنون بدری جون. اگه من بیام آفاقم باید بیاد. گذشته از اون، بعد از چند سال همسایگی با این عمو حیدر و خانوادش، خوبیت نداره با این اتفاقی که افتاده شال کلا کنیم بیاییم مسافرت. خواهر جون، حرف بدری رو زمین نزن. حالا چند روزی بیا تهران، یه هوایی تازه کن. نترس، طوری نمیشه. من از حمید خان قول میگیرم که به جای شما بره به این بنده خدا یه سری بزنه. اتفاقی افتاده؟ دیشب زورکی مادرم فرستادم رفت تهران. واسه همین ناراحتی؟ نه، موضوع بدری هم هست. بدری؟ آره. مگه طوری شده؟ فشار آوردن که بیا با تکلیفشو معلوم کن. از یه طرف این، از طرف دیگه خلاصه پاک گیج شدم، اعصابم کش اومده. درست میشه، زیاد تو فکرش نباش. عوض چند روز دیگه همه چی روبرا میشه جناب سرهنگ. جناب سرهنگ؟ اگه عروسی سر بگیره هر دومون سرهنگ میشیم، شایدم یکی دو درجه بالاتر. چی خیال کردی حمید؟ ما که عاشق چشم و ابروی کسی نیستیم. اگه عروسی سر بگیره از همه چی استعفا میدم. میخوام راحت باشم. احتمالا میرم پیش برادرم. میرم اونجا. دکترو میگی؟ آره، نوشته برم سوئیس. ولی همه چی درست میشه، زیاد به خودت فشار نیار. ببخشید صورت حساب. اگه تنهایی بریم خونه ما؟ والا قصد دارم برم بیمارستان دیدن یه آشنا. میخوای خورده قدم بزنیم؟ آره، بدم نمیاد. حمید خیالت راحت باشه. اینطور که تو تعریف میکنی حداقل بدری از تو توقعهای عجیب و غریب نداره. اما من بدبخت همچین که از اداره میام بیرون میخوام برم طرف خونه،
عزا میگیرم. ای بابا، من فکر چیم تو فکر چی؟ خب بگو، از چی ناراحتی؟ ببین جاویدی، برای اولین باره که احساس ترس میکنم. از چی؟ از عروسی. عروسی که ترس نداره. عروسی خودمو نمیگم، اون عروسی رو میگم. از تو بعید حمید، تو یه خلبانی، تو شجاعی، تو بیباکی، عاشق پروازی. آره شجاعم، عاشق پروازم، ولی پرواز به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ یه تیکه حلبی که بذارن روشونم به قیمت جون هزاران نفر؟ شایدم میلیون ها نفر. تو که باید بیشتر از من ناراحت بشی. من و تو وارد یه بازی شدیم، نه راه پس داریم نه راه پیش. میفهمم، میفهمم. اعصابت خرابه حمید، ممکنه یه کاری دست خودت بدی. میگم چطوره؟ دو روز بری مسافرت. اگه میتونستم بعدم نمیومد. سلام حمید آقا. سلام صفدر، خوبی؟ خوبم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. بفرمایی. وظیفه من صفدر جون. خواهش میکنم، بفرمایی. امو ایدر، امو ایدر، سلام علیکم. بهتری؟ سلام بابا، ممنونم. چرا زحمت کشیدی؟ این وقت شب راضی به زحمت نبودم امو جون. شرمندم، نتونستم زودتر بیام. امو ایدر چی بود؟ جریانو تعریف کن، آخه چی شد؟ امو جون، میگن الخیر فی ما وقع. یهو یه صدایی شنیدم، خیلی وحشتناک بود. بعد چیزی نفهمیدم. حمید جان، من دیگه پیرو از کار افتادم. من زندگی خود
کیه؟ منم عمو حمید، نبه عمو حیدر. سلام عمو حمید. سلام. مادرم اینو داد گفت باید ببخشید که کمه. گفت وقت نکردم امشب چیز دیگه ای درست کنم. دست شما درد نکنه. راستی عمو ملاقات بابا بزرگم رفتین؟ آره رفتم. حالش خوب میشه؟ میاد خونه؟ آره عزیزم. از قول من به مادرت سلام برسون، بگو از شامی که برام فرستادن ممنونم. بگو زحمت کشید. چشم. برو عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. فکر میکنم مستوار بالندی در تعقیب منه. اون آدم ترسویه، اشتباه میکنه. نه من مطمئنم. برای اطمینان بیشتر برو طرف حیات پشت پادگان، منم از دور هوا تو دارم. چی تقریبا میکنی؟ چی میخوای؟ من چیزه از اینجا رد میشدن. رد میشدی که چی؟ راستشو بگو بله خفت میکنم. به خدا قصد بدی نداشتم، آبروم در خطره. بعد از اون قضیه بایگانی همه به من شک کردن. خب منم به همه شک کردم. میخواستم میخواستی چی؟ تو هم به من شک کردی. برش کن خفش کردی. نه والا. جریان چیه؟ از این آقا بپرس. میگه تو بایگانی دزدی شده. به همه شک داره. آخه به حرف منم گوش بدین. بگو باوندی چیه؟ من بیچاره شدم، همش دارم سینجین رو از میدم. جناب سروا، شما با جناب سرهنگ دوستی، بهش بگیم من گناهی نکردم. به خدا چند ساله که دارم خدمت میکنم، هنوز خلابی ازم سر نزده. فقط میخواستم همینو بگم. خیلی خب، من با جناب سروان صحبت میکنم که با جناب سرهنگ حرف بزنه. بفرمی کاری داشتید جناب سروان؟ قربان راجب مرخصی که قبلا صحبت شده. بله بله، با معتمد صحبت کردم. از نظر من اشکالی نداره، ولی شما باید جوانب امر رو میسنجیدین. شما میتونید تمارز کنید به این که ببخشید. بله سرهنگ، تمام خلبانا رو جمع کنید در اتاق رئیس ستاد. بله قربان، حتما. تو به ستاد معرفی کن. موضوع رفتن فعلا منتفی شده تا بعدن به شما اطلاع بدن. موضوع چیه قربان؟ برای چی منو میخوان؟ خدا کنه برای جریان بایگانی نباشه، ولی اوضاع ناجور میشه. مگه چی شده قربان؟ شما اون روز موقع بیرون اومدن از بایگانی درو قفل کردین. نمیدونم قربان، عجله داشتم. بسیار خوب، حالا برو جناب سروان، زود برو. اگر کسی ازت پرسید نگو پیش من بودی. بله قربان. آقا
آقایان، طبق گزارشات رسیده در نوار مرزی غرب کشورمان نقل و انتقالاتی در حال صورت گرفتن می باشد. بنابراین لازم است نکات حساسی را جهت روشن شدن شما عرض کنم. تصاویری در اختیار داریم که نوع حرکت دشمن و سیستم‌های جنگی را به ما نشان می‌دهد. دشمن در حال حاضر دارای یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی در منطقه است و طبق تحقیقات ما در آماده باش کامل تهاجمی به سر می‌برد. در تمامی فرودگاه‌های دشمن پدافندهای بسیار پیشرفته آماده پوشش دادن به پروازهای رزمی تهاجمی می باشند. و حالا توجه شما را جلب می کنم به هواپیماهایی که دشمن در اختیار دارد. سراب میراژ 50 ساخت فرانسه 1956 شکاری رهگیر برای پشتیبانی هوایی. سراب میراژ 2000 ساخت فرانسه 1978 شکاری جنگنده رهگیر. میکویان میگ 21 ساخت شوروی 1955 شکاری رهگیر. تازیانه میگ 23 ویژه پدافند هوایی. خفاش مکار میگ 25 شکاری رهگیر شناسایی بلند پرواز. میراژ 4000 ساخت فرانسه 1979 شکاری جنگنده. سوپر اتاندارد ساخت فرانسه مخصوص نیروی دریایی. لطفاً کارت ماشین، کارت شناسایی. ببخشید، تهران تشریف مرین؟ بله، فرمایشی بود. میبخشید جناب سروان، البته جسارته. دو نفر از دوستان ما میخوان برن تهران. گفتم از شما خواهش کنم که اگه زحمتی نباشه اونا رو با خودتون ببرین، چون خیلی عجله دارن. باشه، مانعی نداره، بیان سوارشن. خیلی ممنون. برادرها بفرمایید، لطفاً عجله کنید. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. از شما ممنون. سوار شو. خدا نگهدار. خدا. بله، کار داشتین. شما حالتون خوبه؟ فکر میکنم حواستون پرته. خیلی ببخشین، راستش حق با شماست. دیشب دیر خوابیدم، یه خورده خوابالودم. به هر حال از لطف شما ممنونم. شما کجا پیاده میشین؟ من باید برم شمال شهر. خیلی ممنون برادر، راه ما به هم نمیخوره. بله درسته، میریم بهارستان. ببخشید برادر، اگه جسارت نباشه میخواستم بگم، یعنی چطوری بگم، پول کرایه رو. این حرفا چیه؟ قابل شما رو نداره، کلی از محضر شما استفاده کردیم. از لطف شما ممنونی. اگه ممکنه این بغلی گرده. بله بله. پس این عکسو از ما به عنوان یادگار داشته باش. بفرمایید. تشکر میکنم، ما هم از شما ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. با اجازتون. خب دیگه، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلام. قبل از هر چیز ورود خانم جلالی رو به میهن عزیزمون ایران خوش آمد میگم. شاید در بین شما چند نفری باشن که خانم جلالی رو بشناسن. من ایشون رو مجددا خدمت شما معرفی می کنم. خانوم جلالی،
ایشون نماینده جناب آقای شاپور بختیار هستند که جهت نظارت بر انجام این کار بزرگ همین امروز وارد ایران شدند. ایشون همسر سپهبد شهید مقدم فرماندار نظامی ارتش هستند که در جریان انقلاب جاودانه شدند. و مشاور مخصوص اولیا حضرت. بنده بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم و در این آخرین ساعات از ایشون تقاضا میکنم با وجود خستگی زیادی که دارن مختصراً شمه ای از کارهای انجام شده رو به عرض ایشون برسونم. من قبل از هر چیز از وطن پرستی شما عزیزان تشکر و قدردانی می کنم. همونطوری که مستحضر هستید، مقامات ایرانی با کمک و همکاری سازمان‌های جهانی به طرح این کار بزرگ که در حقیقت عروسی ملت ایران است امید بسیاری بستند. باید به اطلاع شما برسانم که بیش از 13 کشور جهان از جمله دولت آمریکا چشم به دست توانمند شما دارند و آماده همه گونه همکاری و مساعدت، و این برای همه ما افتخار بزرگی محسوب میشه. تأسف من از این جهته که ای کاش همسرم هم اکنون در جمع شما بود و دوش به دوش شما در این کار بزرگ سهیم بود. من دیگه حرفی ندارم جز این که در این آخرین ساعات برای فرد شما آرزوی موفقیت کنم. با اجازه خانم. بفرمایید. و اما شما سروان هاشمیان، لطفاً خوب به حرفای من گوش کنید. از اونجا که تحقیقات ما نشون میدن شما افسری شایسته و خلبانی زبده هستید که در این گروه پرواز وجود داره. شما در گذشته موفق به کسب مدال هایی در رشته های مختلف پرواز شدید. ما به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدیم که مأموریت قبلی شما لغو و مأموریت جدیدی به شما محول کنیم. مأموریت جدید شما انهدام منزل رهبر به اصطلاح این نظامه. به ما تأکید شده تا این مرد زنده است ما در هیچ کانالی موفق نخواهیم بود. البته نکته ای را هم باید به شما بگم که خیلی ها در جریان امر هستند. به جز اونایی که میخوان نابود بشن. ما همچین قراری نداشتیم قربان. به من گفته بودن رادیو تلویزیون رو بزنم. ما مدت‌ها روی این نقشه کار کردیم. نه، این در حرفه من نیست. دایف کردن روی این نقطه یه نوع خودکشیه، یعنی مرگ. انهدام منزل رهبر نه، من قدرتشو ندارم. این کار من نیست. نه، غیر ممکنه. قبول نمی کنم. برای چی نمیتونید این عمل انجام بدید؟ توضیح بدید سروان هاشمیان. اینکه توضیح نداره. مگر اینکه فکر کنیم
پای دلبستگی در میونه. آیا اینطوره؟ ما همه امیدمون سروان به کار امثال شماست. در این لحظات سرنوشت ساز حاضر نشو که به جای تفنگ بیل و کلنگ به دستمون بدن. لااقل نباید شرافت سربازیمونو فراموش کنیم، البته اگه شرافتی باقی مونده باشه. ببینید قربان، فراموش نکنید که من در تیم اکروجت بودم. من خلبان نمایشیم. درسته که هواپیما جنگیه، ولی حرفه من اکروباته. من نمیتونم سوپرسونیک از اون منطقه عبور کنم، چون منطقه خطرناکیه. با علم به این که اونجا پر تجهیزاته و از نظر پروازی جزو منطقه دی محسوب میشه. به هر حال تصمیم گرفته شده سروان، راه دیگه ای نیست. اونجا با پشتیبانی سفروند هواپیما کوبیده میشه. فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم سروان. ما سربازیم و باید اطاعت کنیم. خدا نگهدار. چی شده امید؟ ناراحتی؟ مهم نیست. قرار رو گذاشتن حرکت از جلوی پارکه که یه سینما رو بروشه. قرار توسط آذرخش و معتمد و عده‌ای کلاه سبز انجام بگیره. امیدوارم تمام نقشه‌ها درست از آب در بیاد. خداحافظ. خداحافظ. حمید. بله. پس کی عروسی میکنی؟ جواب بده. ببین حمید، من خیلی آرزوها دارم، فقط امیدم به توه، فقط به تو. میفهمی؟ امثال شماست. در این لحظات سرنوشت ساز حاضر نشو که به جای تفنگ بیل و کلنگ به دستمون بدن. لااقل نباید شرافت سربازیمونو فراموش کنیم، البته اگه شرافتی باقی مونده باشه. فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. ما سربازیم سروان و باید اطاعت کنیم. انهدام منزل رهبر نه، من قدرتشو ندارم. این کار من نیست. نه غیر ممکنه. قبول نمی‌کنم. فراموش نکنید که من در تیم اکروجت بودم. من خلبان نمایشیم. درسته که هواپیما جنگیه، ولی حرفه من اکروباته. سروان باشید، دقیقا روی هدف قرار داریم. شمارش معکوس: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. شلیک کن سرمان، فرصتی نیست. شلیک کن. بس دیگه.
چی شده عمه جون؟ طوریتون شده؟ نه عمه جون، نمیدونم چی شد، دلم هوری ریخت پایین. دستم لرزید و از دستم افتاد، دلم شور میزنه، شور حمیدو. میخواین زنگ بزنم حالشو بپرسین؟ آره عزیزم، یه تلفن بکن. نمیدونم چرا اینقدر کلافم. ببخشین زن داداش. طوری نیست. الو، سلام آقا، با سروان حمید هاشمیان کار داشتم. بله؟ بله، از تهران زنگ میزنم. چی فرمودی؟ نیومدن؟ مرخصی هستن؟ خیلی ممنون. بله بله، خداحافظ. چی گفت؟ میگه مرخصی رفته؟ آره عمه جون. میخواین خونه رو بگیرم؟ آره عزیزم، بگیر. من جواب میدم. الو، بفرمایین. الو 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 الو، قطع شد. بفرمایید. خیلی ممنون، دست شما. خواهش میکنم. الو بدری. سلام. ببین، فقط گوش کن، من از تهران زنگ میزنم. بدون این که به کسی بگی بیا توی پارک سر خیابونتون، من اونجا منتظرتم. به کسی نگو من اومدم، میفهمی؟ حمید، اسم منو نبر، عجله کن، بعدا متوجه میشی. باشه، تو چند دقیقه دیگه میام. خداحافظ. خداحافظ. کجا؟ الان برمیگردم. چی شد؟ سلام بدری. چی شده؟ سلام بدری، حالت خوبه؟ خوبم. اتفاقی افتاده؟
چرا انقدر ناراحتی؟ داداش طوری شده؟ نه. پس چی شده؟ تو رو خدا راستشو بگو همین چی شده؟ فعلا طوری نشده. مادرم چطوره؟ همه خوبن. چی شده حمید؟ چرا اینجا اومدی؟ چرا خونه نیومدی؟ چرا تو پارک؟ بشین بدری. ده بگو چی شده؟ تو که منو کشتی؟ ببین بدری، میخوام این دفعه دیگه بهت دروغ نگم. بدری، یادت تو این چند هفته هر دفعه از ازدواج حرف میزدی من یه بهانه‌ای میآوردم؟ میدونی برای چی بود؟ نه نمیدونم. پس درست به حرفام گوش کن. یه عده تو ارتش میخوان کودتا کنن. متاسفانه باید بگم منم جزو اونام که باید منزل آقا را بزنم. یعنی این ماموریت از من خواسته شده. به هیچ کس و هیچ جام نمیتونم بگم، چون خیلی از جریان باخبرن. از طرفی هم نمیخوام دستم به خون کسی آلوده بشه، چون جون خودم هم در خطره. حمید کی قراره این اتفاق بیفته؟ دو روز دیگه. نمیدونم چی کار کنم. ولی من میدونم چی کار باید بکنی. مادر، همه جون، شما دیگه جلو نیا. من دیگه مادر تو نیستم. باشه حمید آقا، خوب مزد زحمتهای منو دادی، هاشا به غیرتت، باریکلا. به خدا قسم اگه دست به این کار بزنی نفرینت میکنم. من با هزار مشکل و بدبختی با در به دری تو خونه های مردم بزرگت کردم. من همیشه به تو افتخار میکردم، اما تو مادر من گفتم جلو نیا. من مادر تو نیستم. پس بگو، منو فرستادی اینجا که هر کاری دلت خواست انجام بدی ها؟ ولی اینو بهت بگم، مگه از روی جنازم رد بشی تا بتونی یه همچی کاری بکنی؟ فهمیدی؟ مگه از روی جنازم رد بشی حمید؟ بلنشو بریم دخترم. سلام بابا. سلام بابا جون. پیاز پوست کردی؟
چی شده بدری؟ اتفاقی افتاده؟ ها؟ به کی میخوای تلفن کنی؟ حمید گفت اطلاع بدم داداش. پس پشیمون شده. خوبه. بله حاج آقا، اگه امکانش باشه شما تشریف بیارین. بله، گویا ابعاد گسترده ای داره. سروان حمید هاشمیان، شما از محل تجمع افراد و ساعت حرکت اونها چه اطلاعاتی دارید؟ من قبلنم عرض کردم، فقط میدونم قرار ملاقات ساعت 7:30 صبح. از کجا میشه توضیح بدید؟ فقط میدونم از جلوی یه پارک که روبروی یه سینماست. چیز دیگه ای نمیدونم. مرکز لقمان 14. لقمان 14 مرکز هستم، بگوشم. مرکز وقت بخیر. 5:12. شنیدم 5:20. فقط 10 دقیقه وقت مونده، الان دیگه باید پیداشون بشه. تویوتای زرد رنگ، باید خودشون باشن. یاسر 1، لقمان 14. لقمان 14، بگوشم. 5:10. 5:11. یاسر 2، لقمان 14. لقمان 14، بگوشم. 5:10. یاسر 3، لقمان 14. بگوشم. 5:10. از لقمان 14 به تمام واحدهای گشتی که مستقر شدند.
توجه داشته باشند در صورت مقاومت شلیک کنند، در غیر این صورت خیر. مفهوم شد؟ برو یاسر چهار لغمان چهارده پنج ده. مفهوم شد؟ مفهوم شد. پنج یازده. لو رفتیم تیمسار، موندنمون جایز نیست. تشریف میبریم؟ با ارتشی هستیم. یادشین ماشین باید بازرسی بشه. شما حق نداریم ماشین بازرسی کنیم. کی گفته ما حق نداریم بازرسی کنیم؟ هم میچم برو! Yeah.
چیز عجیبیه، نه از اتوبوس خبریه نه از آذرخش. کجا ممکنه رفته باشن؟ ما نصف راه اومدیم. دور بزن، گیر افتادیم. فقط کافیه کیف دستی ما رو ببینن. دور بزن، هنوز ما رو ندیدن. بزن. بیا این بالا، سوار شو. میتونم با جناب سرهنگ صحبت بکنم؟ متاسفانه ایشون دستگیر شدن. چی؟ دستگیر شدن؟ بله، همه لو رفتن. شما مواظب باشین، وضعیت خطرناکه، خیلی ها رو گرفتن. بله، ممنونم. خداحافظ. مرکز لقمان 14. لقمان 14 مرکز هستم. مرکز خسته نباشید، در موقعیت هستیم. وضعیت 5-23 5-8. بله 5-10. مادر واقعا شرمنده. اینم یه بازی بود که من واردش شدم. احمقانه بود. خدا رو شکر که زود متوجه شدی مادر جون، و الا سرنوشت بدتری داشتی.
کجا عمه جون؟ تو هم گفتنی زیاد داری دخترم، من منتظرت میمونم. خدا حافظ. چیه بدری؟ کتابه، به دردت میخوره. راستی حمید، بعد از این همه مدت هیچ فکرشو نمیکردم که این دفعه دیگه حتما عروسی میکنیم. اینو بهت قول میدم. راستی از آبجیمینه چه خبر؟ همشون خوبن. ببین حمید، یه نامه برات اومده. ها؟ نامه؟ نامه از کجا؟ از سوئیس. از داداشم؟ خب چی نوشته بود؟ نوشته برای همیشه میخواد بیاد ایران. وقت ملاقات تموم شد، شما هم بفرمین آجی. داره دیر میشه. خداحافظ حمید. راستی داداش؟ بله. تا کی باید اینجا بمونه؟ بازجوییش تموم نشده، ولی شانس آورده آبجی. حمید زود متوجه اشتباهش شد. وقت تمومه حسین آقا. امروز بله همه جا. فردام خدا بزرگه. این صدای آمریکاست. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. اکنون به تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. رژیم اسلامی ایران میگوید به کشف یک کودتای نظامی که توسط آمریکا و عوامل دکتر شاهپور بختیار طرح‌ریزی شده بود نائل آمده است. در همین حال خبرنگار صدای آمریکا مصاحبه‌ای با خانم فرحناز جلالی، سخنگوی دکتر شاهپور بختیار در فرانسه انجام داده است که توجه شما را به مشروع این مصاحبه جلب می‌کنم. من به صراحت این شایعات رو تکذیب می‌کنم. رژیم اسلامی هر از چند گاهی برای مطرح شدن در مجامع خبری بین المللی متوسل به شایعاتی می شود. انگیزه و هدف از این نوع شایعات رو شما چگونه توجیه می کنید؟ همانطوری که گفتم، هدف کاملا مشخص است. حاکمان رژیم سعی دارند به هر طریقی که شده برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های اقتصادی و سیاسی متوسل به این شایعات شوند تا اذهان عمومی را منحرف کنند. پس در نتیجه تمام این شایعات دروغ محض می باشد.